ویژگی های یک سرمایه گذار خوب چیه؟ یک سرمایه گذار خوب باید در مغزش، در قلبش و در احساساتش اتفاقاتی بیفته که من الان بهتون میگم که این ویژگی ها رو سعی کنید داشته باشید و توی سرمایه گذاریتون به کار ببندید و باید بهش عادت بکنید نکته ای که در مورد ویژگی های سرمایه گذار خوب است اینه که باید اون ویژگی ها رو بهش عادت بکنید شاید اوایل کار براتون دشوار باشه ولی قطعا میتونید بهش عادت بکنید و تبدیل بشید به یک سرمایه گذار خوب که موفقیت هایی رو بعد از اون خواهد داشت اما از ویژگی اول شروع کنیم در مغز یک سرمایه گذار چه میگذره؟ مغز یک سرمایه گذار به صورت اتوماتیک روی یک شرایط سرمایه گذاری خاصی آدابته شده و تنظیم شده به این صورت که یک سرمایه گذار همیشه و در هر لحظه دنبال فرصتهای سرمایه گذاریه چه برای خودش چه برای بقیه وقتی که شما ذهنتون آماده باشه که فرصتها رو ببینید بعد از یه مدتی این تبدیل میشه به یک بازی و خودکار انجام میشه و شما مدام در واقع هر جایی فرصتی رو میبینید و یا سرمایه گذاری میکنید یا نمیکنید این, این هم نیستش که شما هر جایی فرصتی ببینید خودتون وارد بشید و سرمایه گذاری کنید خیلی وقتا باید فرصت رو در اختیار بقیه قرار بدیم و نیازی نیست که خودمون مستقیما و رأسا وارد بشیم ولی وقتی مکانیزم مغزیمون روی اون روال حرکت بکنه دیگه ذهنمون آماده میشه که توی بازار خاصی که داریم خودمون روش کار میکنیم چه بازار بورس باشه فارکس باشه بیت کوین باشه یا هر بازار طلا اصلا ممکنه کالا یا هر چیز دیگه ای باشه که من توی ویدیو قبلی توضیح دادم دیگه ذهنمون به صورت خودکار فرصت رو میبینه و شروع میکنه به روش کردن اما در مغز ما یه اتفاق دیگه هم باید بیفته و اون ریسک پذیری حساب شده است ریسک حساب شده خیلی نکته مهمیه ما سرمایه گذارها باید بتونیم ریسک بکنیم اما ریسک باید حساب شده باشه ما باید آدمای ریسک پذیری باشیم اما اینطور نباشه که بی گدار به آب بزنیم بی گدار به آب زدن خودش حماقت در واقع اون ریسک پذیری نیست بنابراین لازمه که ما بگیم که خیلی خوب ما یک درصدی خطا برای خودمون در نظر میگیریم درصدی رو برای ریسک پذیریمون در نظر میگیریم من توی ویدیوی دیگه در مورد بازار سهام مشخصا توضیح دادم که چطور درصدی رو در نظر بگیریم برای اینکه در واقع ریسک پذیریمون مشخص بشه و این درصده به ما کمک میکنه که اگر دیدیم ریسکمون داره خیلی میره بالا جلوش رو بگیریم و همونجا متوقفش بکنیم و جلو ضرر رو عملا بگیریم بریم جایی که دیگه حس میکنیم ریسک کمتری داره بعضی هستن که ریسک پذیری بالایی دارن ولی این ریسک پذیری میل میکنه به سمت حماقت و این باعث میشه که ضرر بکنن یا اینکه سرمایه گذار موفقی نشن پس این نکته خیلی نکته مهمی است. در قلب یک سرمایه گذارش اتفاقی میفته حالا این قسمتی که مربوط به قلب ماست مربوط به احساسات ما هم میگم قلب این نیستش که قلبم که خون و پومپاش میکنه و ربطی به سرمایه گذاری نداره تنها ربطی که داره اینی که ما زنده میمونیم و میتونیم سرمایه گذاری کنیم اما در مورد احساسات باید بگم که سرمایه گذارها ایمان دارن به موفق شدن خودشون به کاری که دارن انجام میدن ایمان دارن. همونطور که گفتم حساب شده و دقیق اما ایمان دارند که کاری که انجام میدن درسته و کاری که انجام میدن رو محاسبه برش میکنن و ازش لذت میبرن این خیلی نکته مهمیه شما باید از روند رشدتون لذت ببرید از مسیری که دارید طی میکنید به عنوان یک سرمایه گذار لذت ببرید این نکته هیچ وقت فراموشتون نشه اگر از کاری که دارید انجام میدید لذت نمیبرید یا سعی کنید لذت ببرید یا اون کار رو همین الان ترک بکنید بنابراین این اتفاقی که در قلب یک سرمایه گذار میفته اما یک ویژگی بسیار بسیار مهم یک سرمایه گذار موفق صبر سرمایه گذار موفق باید صبر داشته باشه اگر شما صبر داشته باشید میتونید یک سرمایه گذاری خوب داشته باشید چرا؟ چون بازار بالا پایین داره وقتی که شما به عنوان مثال تو بازار بورس یک سهمی رو میخرید این سهم شروع میکنه پایین رفتن شما ممکنه هول براتون داره بگید من همین الان خارج بشم همین الان جلوی زرام بگیرم ولی بازار همیشه بالا پایین داشته ممکنه یه ذره بیاد پایین و دوباره یک روند قوی تری رو به بالا داشته باشه یا هر بازار دیگه ای یعنی اگر شما همون ریسک حساب شده داشتید و با مغز و تعقل یک تحلیلی رو انجام دادید و یک بازار و یک فرصت سرمایه رو کشف کردید و همه چیزتون حساب شده بود حالا باید یه مقداری صبر هم داشته باشید و احساسی عمل نکنید و از روند و از جریان بازار لذت ببرید مورد آخر و شاید یکی از پر اهمیت ترین موارد یک سرمایه گذار موفق آموزشه شما باید مدام آموزش ببینید باید مدام خودتون رو بروز بکنید اگر آموزش دیدید باز هم خودتون رو بروز بکنید آموزش های بیشتر ببینید اگر آموزش ندیدید همین الان شروع بکنید و آموزش ببینید ممکنه شما آموزشی در یه زمینه نخواهید تخصصی ببینید و میخواد که از افراد متخصص کمک بگیرید اما یادتون باشه حداقل باید یک آشنایی با فضا داشته باشید باید یک آش در واقع آموزش های پایه‌ای و مختصر سرمایه گذاری توی اون بازار به خصوص یا توی اون هیتر رو داشته باشید و بعد شما میتونید در واقع با خیال راحت تری از یک حرفه‌ای اون کار راهنمایی بگیرید و اصلا میفهمید که داره چی میگه چون که اگر که شما آشنا نباشید با مبانی کاری هر چقدر براتون توضیح بده شما چیزی متوجه نمیشید یا یعنی اینکه اصلا ممکنه براتون توضیحی نده و اون کار اشتباهی انجام بده ولی وقتی آشنا باشید شما متوجه میشید که اون فرد حرفه‌ای آیا اینجا داره به خطا میره یا داره درست میره و مورد یه موردی هم که الان به ذهنم رسید که باید اضافه بکنم حتما به این ویدیو اینه که ببینید قلبتون چی گواهی میده به شما وقتی میخواید یک کاری رو انجام بدید اون قلبتون بهتون میگه که اون کار آیا درست هست یا غلط هست و این خیلی مسئله مهمیه اگر واقعا حس میکنید که اون کار غلط واردش نشید این قلب ما الهاماتی که بهش میشه رو نباید نادیده گرفت اما یک نکته هم هست بعضی از افراد چون آدم های نیستن چون روحیه‌ای که دارن روحیه سرمایه گذاری نیست با این مشکل مواجه میشن که فکر میکنن این الهامات درونشونه در حالی که این ترس هاشونه. که مانع میشه که وارد یک عرصه ای بشن بنابراین باید انقدر در واقع توانمند بشید که بتونید بین این دوتا فرق بذارید امیدوارم توی هر کاری که سرمایه گذاری میکنید حسابی سود بکنید اگه سوالی داشتید توی اینستاگرام من که پایین صفحه درج میکنم از من بپرسید اونجا من دنبال کنید اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما مشترک کانال بشید دوستتون دارم مواظب خودتون باشین خدا نگهتر.